مشروع خبرها. ملالای جویان نماینده ولایت فراه در ولسی جرگه امروز با اکثریت آرا به اتهام توهین به نمایندگان از عضویت در ولسی جرگه تا پایان دوره کاری شورای ملی به تعلیق درآورده شد. پرونده خانم جویا جهت بررسی و مراجع عدلی و قضایی محول گردید. اما ملالای جویا این حرکت ولسی جرگه را یک توطئه سیاسی خوانده میگوید صحبت های وی در مورد شورای ملی تحریف شده است. ناصر احمدی گزارش میدهد. اعضای ولسی جرگه مدعیند که ملالای جویا نماینده ولایت فراه در گفتگو با یک رسانه خصوصی شورای ملی افغانستان را به طویل خانه و باغ وحش تشبیه داده و به آنان اهانت کرده است. این اظهارات جویا اعتراضات شدید اعضای شورای ملی را برانگیخته و شمار نمایندگان خواهان اخراج ملالای جویا از ولسی جرگه، محاکمه و ممنوع الخروج قرار دادن وی شدند. اگرچه شمار وکلا خواستار بررسی های ابتدایی این قضیه از طریق یک کمیسیون شدند، اما مجلس با اکثریت آرا عضویت ملالای جویا در مجلس نمایندگان را تا پایان دوره کاری این مجلس به حالت تعلیق درآورد. همچنان در این جلسه فیصله به عمل آمد تا پرونده خانم جویا به مراجع عدلی و قضایی محول گردد. عضویت خانم ملالای جویا به دلیل حق حرمت و اظهارات غیر مسئولانه، اهانت به شورای ملی، اهانت به مسئولین دولتی، با اساس فیصله متفق شورای جرگه تا ختم دوره تکمیلی فعلی اما ملالای جویا این فیصله ولسی جرگه را توطئه سیاسی بر علیه خود خوانده میگوید حرف های وی تحریف شده و به گونه ناقص به نشر رسیده است. جویا اظهار می‌دارد حاضر است در این مورد به یک محکمه مردمی و بی‌طرف برود. کاملا یک توطئه سیاسی بود و میخوایم یک مسئله را روشن بسازم که این جنایتکارا صحبت های ما را تحریف کردند. باز میخوایم صریح‌تر بگویم که وکیلای پارلمان به دو دسته تقسیم میشن. یک دستش اما وکیلای هستند که نماینده های راستین هستند و در اقلیت هستند متاسفانه، و حساب از حساب او وکلای که در اکثریت هستند متاسفانه کسایی هستند که یا متهم به جنایتکار جنگی هستند یا ناقضین حقوق بشر هستند یا دشمنای ساگان خوردی زنا و دموکراسی هستند. و ما افتخار میکنیم که حداقل به عنوان مجرم جنگی امروز محاکمه نمیشن، بلکه به نمایندگی از دردیده های مردم خود و به عنوان صدای برحقشان امروز مرا به هر دادگاهی که بفرستن ما حاضر هستم. ملالای جویا با انتقاد صریح از شمار فرماندهان پیشین جهادی که وی از آنان به عنوان ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی نام میبرد و همکنون آنان در شورای ملی و رده های عالی دولتی قرار دارند شهرت دارد. ملالای جویا پس از آن که در لوی جرگه افغانستان فرماندهان پیشین جهادی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و آنان را عاملین قتل صدها تن و خرابی های کابل خواند، در محراق توجه افغان ها و جهانیان قرار گرفت تا آن که در انتخابات پارلمانی به عنوان نماینده مردم ولایت فراه عضویت ولسی جرگه را کسب کرد. خانم جویا تاکید می‌دارد که پس از این نیز بر مبارزاتش در بیرون از شورای ملی ادامه خواهد داد. از بعد و تأسیس شورای ملی افغانستان این اولین باری است که ولسی جرگه تصمیم به تعلیق یک تن از نمایندگان می‌گیرد. ناصر احمدی، تلویزیون آریانا، شورای ملی، کابل.